اصولا من خودم نظرم همینه، یعنی آدم وقتی میتونه فقط با دوستای خودش حرف بزنه و به سوالایی که میدونه چیه جواب بده، برای چی با کسایی که به هر حال سوال جدی دارن روبرو بشه؟ هم اینجوری بهتر دیگه، دموکراسی مثل بقیه چیزا مال خودمونه دیگه. من خیلی خوشحالم که در برلین خدمتتون هستم و میتونم به هر حال ساعتی رو در یک گفتگو باهاتون بگذرونم. این سفر اروپایی برای من خیلی دلنشین بود، یعنی از زمانی که فکر کردم که به هر حال میتونم بیام به این سفر، هم یه سری از هموطنان رو ببینم، هم اینکه یه سفر مجانی داشته باشم و به هر حال بگردیم دیگه، ما تقریبا آدمیم دیگه، به هر حال این اجازه رو داریم دیگه. خیلی حس خوبی داشتم، مثلا که این حسم با یک استقبال قشنگی مواجه شد. در استکهلم یکی از دوستان به استقبال من اومدن، از بچه‌هایی که دعوت کرده بودن. به محض اینکه من وارد شدم از این گیت ورودی و ایشون منو دید و شناخت، برگشت به من گفت که من چقدر چهرت برام عجیبه، من تا دیدم یاد مرحوم محجوبی افتادم، مثل تو راه میرفت. فرداش باش رفتیم یک منطقه مرکزی داره سوئد، به خودشون بهش میگن گملستان، بعد ایرانی ها به اونجا میگن اولد سیتی. برگشت گفت که میدونی مثل کی راه میری حرکاتت؟ گفتم نه. گفت مثل مرحوم محجوبی میمونه. شب شد، فردا شبش بود، من گفتم به من حوصله‌ام سر رفته. گفت اتفاقا اون مرحوم هم همینو میگفت. یه اتاقی داشت، به هر حال من کار با کامپیوتر دارم و اینا، اتاق رو که من داد گفت که این اتاق میدونی بوی اون مرحوم محجوبی رو میده. آخرین روزم که سخنرانیم تموم شد گفت که اتفاقا برخورد مردم با اون مرحوم هم همینطور بود، خدا بیامرزتش. درست دو هفته بعد از اینکه از اینجا رفت مرحوم شد. ولی از ابتدا به آدم خبر خوب میدن و آدم فضای قشنگی دارن. دو روز بعدش، حالا من فکر کنم فقط قضیه به محجوبی خلاصه میشه، رفتیم اسلو نشستیم، همجور بحث مختاری بود. این کسی که خونش بودیم گفت که آره مختاری درست همینجا که تو نشستی نشسته بود. نمیدونم ما رو هر کی میده یاد جسد میفته. البته خب برلین یه خوبی که داره اینه که آدم قبل اینکه برگرده، حالا یا زندان بره یا خلاصه بمیره، قبلش یه استریپ چیزی میبینه تو اینجا. اینجا خیلی جالبه، من 25 تا رفیق دارم تو اینجا که اینا تو 23 تا جریان سیاسی هم، دو تاشون سیاسی نیستن اصلا. بعد از وقتی که تصمیم گرفتم بیام، اینا هر کدومشون تا قبلش باشون رفیق بودم، گفتن خب تو شب کجا میری؟ گفتم خب پیش فلانی. که خب پس بعدن با هم تماس میگیریم. همشون همین برخورد داشتن. الان فکر کنم که احتمالا من دیگه هر 23 تاشون از دست بدم، چون اون دوتایی دیگه باقی میمونن، اونا سیاسی نیستن. خیلی مسائل اینجا مسائل به اصطلاح دلنشین و جالبی است توی خارج از کشور. یکی از نکات جالب که دیدم توی یوتبوری، یکی از شهرهای سوئد که حالا گوتنبرگ یا گوتبورگ یا من نمیدونم چه سال بنجا تو تلفظ داره، اینا 17,000 تا ایرانی اونجا زندگی میکنن، 26 تا رادیو دارن. ما 70 میلیون تا تو ایران هستیم، یه دونه رادیو داریم. این به هر حال تلافی اون مثل این که داره در میاد. صحبت من توی این نشست در مورد مشخصات حکومت و قدرت در ایرانه. اینا چیزاییست که من تو کشفیات خودم بهش رسیدم. ما تو ایران این شانس رو داریم که چون با یه پدیده جدید روبرو هستیم، مثلا قدرت تو ایران با هیچ جغرافیا و تاریخ قابل مقایسه نیست دیگه، هر روز یک نبوغ جدید میبینیم دیگه، به همین دلیل همش آدم کشف میکنه. اینجا آدم کشف نمیتونه بکنه، چون هر چیزی که اتفاق میفته روز قبلش هم اتفاق میفته دیگه، بعدم از طریق عقلانی یا از طریق مطالعه قابل کشفه. تو ایران خصوصیت حکومت، خصوصیت بسیار مهمش اینه که این حکومت با خودش تعریف نمیشه. و
بلکه با دشمنش تعریف میشه. مثلا یه حکومت میتونه سوسیال دموکرات باشه یا سوسیالیست باشه یا دموکراتیک باشه یا مثلا لیبرال باشه یا اصلا استبدادی باشه، فاشیستی باشه. تو ایران هر کدوم از اینا ممکنه مثلا دو سال مثلا کاملا دموکراتیک باشه، بعد دو سال بعد کاملا فاشیستی باشه، بعد یه سال مثلا تابستون مثلا لیبرال باشه، زمستون مثلا استبدادی باشه. این بستگی داره به اینکه دشمنت کیه الان. تو تا اطلاع سنابی مثلا دشمن تو کیه. شاید به همین دلیله که حکومت بیشتر از اینکه احتیاج به دوست داشته باشه به احتیاج به دشمن داره، برای اینکه اگه دشمن نشته باشه دیگه دلیل برای وجودش نیست. بودجه کشور رو نصف کردن، نصفش صرف میشه برای انجام یه کارهایی و نصف دیگه صرف میشه برای جلوگیری از همون کارها. این یکی از شاهکارهای تاریخ ماست. یه موقعی بحث بود که دشمن ما چی کار میخواد بکنه و دشمن ما چه بلاهایی میخواد سرمون بیاره. من یه مطلبی نوشته بودم که آقا ما توی مملکت سه تا قوه داریم. یه قوه قضاییه داریم که این متهمه به ظلم و بی‌عدالتی، یعنی دقیقا همون کاری که نباید بکنه. یه قوه مجریه داریم که متهم به بی‌عرضگیه. یه قوه مقننه هم داریم که متهم به فساد مالیه. یه جناح راست داریم که متهم به استبداده، یه جناح چپ هم داریم که متهم به براندازی. بعد نوشته بودم آخه این کشور چه احتیاجی به دشمن داره، اینقدر دنبال دشمن میگرده؟ اینا خودشون دشمنن. میگن که آلمانیه و یه فرانسویه و یه اصفهانیه رو بهشون میخواستم که یک پاداش ویژه، یک جایزه ویژه بدم در بارگاه الهی. خلاصه تصمیم گرفتن که یه لطفی به اینها بکنن. به اسفانی با آلمانی گفتن تو چی میخوای؟ گفت من یه همسایه دارم که این یه دونه بنز 600 مدل 2002 داره. گفتن خب تو هم میخوای یکی مثل اون داشته باشی؟ گفت آره، دادم بهش. فرانسوی برگشت گفت که من یه ویلا دارم توی همسایه دارم یه ویلا داره تو نیس. گفتن خب میخوای تو هم یه دونه از اونها داشته باشی؟ گفتش آره، یه دونه ویلا تو نیست بهش دادم. اصفهانی برگشت گفت که ما یه همسایه داریم تو نجف باد، این یه مزرعه‌ای داره و مزرعه‌اش خیلی بزرگه. گفتن که خب میخوای تو هم یه دونه از اونها داشته باشی؟ گفت نه من نمیخوام، از اون بگیر. حالا ما تو ایران بیشتر از این که احتیاج داشته باشیم که چیزی داشته باشیم، احتیاج داریم که بقیه چیزی نداشته باشن. حکایت اینجا هم خلاصه فکر کنم بیشتر. حکومت توی ایران یک ویژگی جالبش اینه که خیلی وقتا مثل تلویزیون های خراب میبونه، تصویر نداره ولی صدا داره. یعنی ما میفهمیم که میشنویم یه چیزایی میگه ولی نمیبینیم چه کارایی میکنه. بیشتر این عشاق شکست خورده که معمولاً آرزوهاشون رو به صورت کارهای انجام شده میگن، که مثلا طرف رو دیدم این کارو کردم اون کارو کردم، حالا طرف محلم نذاشته، بعدم فکر میکنم اون کارا رو انجام دادن. مثلا در مورد مبارزه با آمریکا حرف میزنم، فکر میکنم واقعا دارم مبارزه میکنم با آمریکا. فکر کنیم مثلا کارخانه نساجی مملکت هی پارچه میبافه، بعد یه مش آدم میشینن رنگ تولید میکنن، اون پارچه رو روش نقاشی میکنن، میکنن پرچم آمریکا، بعد آتیشش میزنن. میکنم مثلا آدم پول اضافه داشته باشه همینطوره دیگه. در مورد استقلال حرف میزنن، بعد فکر میکنن دارن استقلال به دست میارن. شاید یا مثلا خیلی از دوستان که راجع به مبارزه حرف میزنن فکر کنن دارن مبارزه میکنن واقعا. به همین دلیله که این جمعیت همیشه احتیاج داره به نحوی به اتکای به جمعیت و استناد کردن به طرفداران. سال 57 اگه یادتون باشه راهپیمایی تو تهران برگزار شد، راهپیمایی بسیار عظیم برگزار شد، از میدونه امام حسین بود تا میدون شهیاد یا آزادی، من چه میدونم، فوزیه تا آزادی، من نمیدونم اینا قرقاتی دیگه. حالا مردم تمام این خیابونو پر بودن، از اول خیابون تا آخر خیابون هم بودن. یه آماری دادن که 1,000,000 نفر تو راهپیمایی شرکت کرده. شد سال 59 یه راهپیمایی راه افتاد، این دفعه از میدان فردوسی بود، یعنی اون دفعه 14 کیلومتر بود، این دفعه شد 10 کیلومتر. باز مردم همه تو خیابون بودن و خیابون پر بود. این دفعه گفتن 1,500,000 نفره، حالا 3 کیلومتر هم کم شده.
دوباره دو سه سال گذشت، مردم برای حمایت از جمهوری اسلامی اومدن توی خیابون. این دفعه از میدون از چهارراه ولیعصر مصدق، حالا همینجوری بریم عقب دیگه، صد تا اسم داره، این دفعه 7 کیلومتر بود، باز مردم خیابون رو پر کرده بودن. این دفعه گفته شد 2.5 میلیون. این آخرها دیگه شده بود 1 کیلومتر، گفتن 4 میلیون. آدم نمیفهمه این مردم لاغر میشن، خیابونا جادار میشه، مثلا فاصله ها اندازاش تغییر میکنه. خب البته این احتمال هم هست، فکر نکنین نیست.